سلام، خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. در این ویدیو میریم و لایبرری یا کتابخونه آردوینو رو در نرم افزار پروتئوس نصب میکنیم. برای این کار اول باید فایل لایبرری رو که براتون توی توضیحات ویدیو لینکش رو قرار دادم دانلود کنید و اون رو اکسترکت کنید به این صورت. حالا اگه وارد اینجا بشیم، ما دو تا فایل داریم که مربوط به لایبرری هستش. اونها رو کپی میکنیم و وارد درایو سی میشیم و پروگرام دیتا، که الان اگه پروگرام دیتا رو نمونید در تب ویو شو و هیدن آیتمز رو تیک بزنید و لب سنتر الکترونیکس پروتئوس 8 و در نهایت هم لایبرری که با حروف بزرگ نوشته شده و اون فایل ها رو اینجا پیست میکنید. چون من از قبل نصب کردم، این پیغام میاد واسم که ریپلیس رو میزنم. حالا اگه یه بار پروتئوستون رو ببندید و دوباره باز بکنید و وارد بخش قطعات بشید، توی قسمت آردیونو که اضافه شده انواع آردیونوها رو اینجا خواهید داشت که میتونید ازشون استفاده کنید. که برای مثال من این گزینه رو روش دبل کلیک میکنم و وارد لیستم میکنم. اگه هنوز قسمت اول آموزش پروتئوس رو ندیدید، بهتون پیشنهاد میکنم بعد این ویدیو حتما اون ویدیو رو هم ببینید. خب حالا این بورد رو اضافه کردیم. برای پروگرام کردنش وارد نرم افزار خود آردیونو میشین و در قسمت فایل پریفرنسز و این تیک رو میزنید و اوکی رو میزنید. در آردیونو نسخه قدیمی هم به همین صورت در قسمت فایل پریفرنسز و این تیک رو میزنید و مجدد اوکی رو میزنید. من یه پروژه چشمک زن از قبل اینجا آوردم که حالا توی دوره آردیونو بهش میپردازیم. این تیک وریفای رو میزنم. در قسمت آوتپوت یه سری دیتا به اون میده که بعد بیایم و دنبال فایل هکزه بگردیم که اینجا هستش، از پسفندش باید ببینید و این رو کپی میکنید و کنترل سی رو میزنم. وارد نرم افزار میشم و روی آردیونو دوباره کلیک میکنم و در قسمت پروگرام فایل این رو پیست میکنم و اوکی رو میزنم. حالا یه دونه LED که از اینجا آوردم رو میارم و وارد صفحه میکنم. قسمت مثبتش رو به پای 13 که در برنامه معرفی کردم متصل میکنم و برای GND یا منفی LED باید بریم و توی قسمت ترمینال های پروتئوس که اینجا هستش گراوند رو انتخاب کنیم و وارد صفحه بکنیم و به این صورت این رو اتصال بگیریم. حالا دوباره برمیگردیم روی حالت اول یا کامپوننت مود و حالا اگه من این برنامه رو ران بکنم، همونطور که میبینید این LED من در حال چشمک زدن هستش و به خوبی داره کار میکنه. ممنونم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد، حتما ویدیو رو لایک بکنید، این ویدیو رو واسه دوستانتون هم بفرستید و اگه نظر، انتقاد یا پیشنهادی هم دارید توی کامنت ها منتظرتون هستم و این کانال رو سابسکرایب کنید، چون در این کانال ما آردیونو و قطعات الکترونیکی رو به زبان ساده آموزش میدیم. ممنون بابت وقتی که گذاشتید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.